خیلی دور، جهان در صلح و آرامش به سر می برد. قلب‌های مردم مملو از شادی و شور زندگی بود، تا اینکه یک روز خورشید دیگر به سرزمین توران نتابید و همه جا تاریک شد. مردم گرفتار شبی بی پایان شدند. در میان این تاریکی ستمگری خود را پادشاه توران خواند. رویایش به چنگ آوردن تمامی سرزمین ها بود. او جنگ های خونین زیادی به راه انداخت تا سرزمین های بیشتری را به تصرف خود در آورد. افراسیاب به خوبی می دانست برای رسیدن به هدفش باید پر افتخار ترین مردم جهان را به زانو در آورد. اقلیم پارسیان، ایران. او سالهای پیاپی وحشیانه به ایران حمله می کرد و شکست می خورد. ناکامی هایش به خشمی غیر قابل مهار تبدیل شده بود و تنها یک مرد میان او و آرزوهایش قرار داشت. مردی که همیشه و همه جا از ایران دفاع می کرد. بزرگترین قهرمان برای ایرانیان و مقتدرترین دشمن برای افراسیاب. پدرم می گفت روزی دستانی قوی تر تو را به زیر می کشد و زمین می زند. آن روز پایان دوران توست. دیروز پایان دوران من بود. باشید. به همه باید خوش بگذره. موازی ماشونا خیلی قیمتیه. هم به خاطر حضور شما از پهلوان. بفرمایید از این انگورا بخورین، همش مال باقای خودمونه. خواهش میکنم تعارف نکنید. بفرمایید. سپاس گذارم. نوش جان. بانوی من، به نظرتون ابهت و جذابیت اون مرد خیره کننده نیست؟ چرا؟ اتفاقا داشتم چی؟ ای بی ادب. شوخی کردم، ولی میگن ایرانی اونو بیشتر از کیکاووس دوست دارن. شنیدم تو میدون جنگ بی همتاست قدرت و شهامتشونو به یه اسطوره جاودانه تبدیل کرده. بانو حالت خوبه؟ صورتت از شرم سرخ شده، این که خجالت نداره. منو ببخشید بانوی من، ولی مرد جذابیه اینطور نیست. چه شب با شکوهیه. خواهش میکنم از مهمان متشخصمون پذیرایی کنین. جان
اوکی میشه منم نوه دار میشم. چیزی گفتین؟ هیچی با خودم بودم، من یه ذره قاطی دارم. رستم تو سمنگان؟ اون تو سمنگان ما چه غلطی میکنه؟ نمیدونم، گمون کنم واسه پیدا کردن اسبش آمده سمنگان. سرور عزیزه، شایدم تو تهی تو کاره که ما ازش میخبری. نه سرورم، سوگن میخورم تو تهی در کار نیست. شاه سمنگان اسب رستم رو دزدی، بخش اونم به سمنگان اومد که اسبش رو پس بگیره. همین پیر مرد حریص احمق دست از خردستی برمیداره، اسب میدازه. اونم چه اسبی؟ رخش. بناخ شروری من، اگه گستاخی نباشه باید بگم الان وقت خوبیه تو از این موقعیت. بس کن وراجیا مردک. مجده بده رستم جان، سردار نیک ایران، مفتخر و خوشخبر، منم شاه سمنگان. بلند شو پهلوان، بلند شو که خداوند بزرگ خواسته مردان دلپاک رو پیش از درخواست بهشون میده. بله، اسب بی‌نظیرتون پیدا شده، صحیح و سالم، الانم توی استبل کاخ در حال استراحت هستن. بگو آفرین. خب دیدی، گفته بودم که قول ما قوله، شاه سمنگان اهل فریب و نیرنگ نیست. خبر خوبی بود. همین خوبم، البته نیازی هم به تشکر نیست. تشکر؟ آقای تشکر چی گفته؟ گفته بودم که قاطی دارم. من میخواستم بگم که این لحظه بسیار مهمیه، چون تونستم افتخار اینو به دست بیارم که یه خبر بزرگ و خوب به بزرگترین سردار عالم بدم. خب دیگه چی از این بهتر؟ البته خوشحالی من زمانی کامل میشه که دزد اصلی رو گیر بیارم. وای جان مادرت، یه وقت قاطی نکنی یا اون دزده رو ولشون کنی، اشتباه کردن، غلط کردن، بیجا کردن، بیخیال شو سردار جان. حالا یه بچه دی کردن، می شما بزرگواری کن ببخششون، من که براتون پیداش کردم. من حرفای مهمتری با شما دارم سردار. چه حرفی؟ الان میگم، سب کن. من داشتم به این فکر میکردم که سردار بزرگی مثل شما که بزرگترین سردار ایران هستین، چرا دارین تنها زندگی میکنین به صورت عذب؟ یعنی منظورم که چرا زن نمیگیری؟ آهان، خب معلومه، فهمیدم. مگه زنی هم پیدا میشه که شایستگی سنوبری مثل شما رو داشته باشی؟ این حرف درسته، ولی خب اگه خوب دقت بکنی، خود من چند تا سراغ دارم که از اون چند تا که بهترین ها هستن چند تایی رو گذاشتم کنار، یه دونشون موندی که حرف نداره. خب نظر چیه؟ ولی زندگی من پر از خطر و تنهاییه. آخی، خب معلومه تنهایی باعث مغز درد میشه، آدم قاطی میکنه، همش بخواد بجنگه، هی بگه حمله کنین. این چه نشد زندگی، پس قلبت چی میشه جان من؟ آه از تنهایی. همه عمرم مشغول نبرد بودم، به جز رخش یار و همراهی نداشتم. درسته، میدونم تو هم به اسبت خیلی عادت کردی، ولی مردم چی میگن؟ الان برای آیندگان یه ضرب المثل میسازم. از من گفتن کبوتر با کبوتر، اسب با اسب، اگه بعدا عوضش نکنن. تنهایی یعنی؟ یعنی کمر آدم رو تنهایی میشکنه. حالا میخوایی رستم باش یا هرکی دیگه؟ به هر حال یه خود باید بزن به این موخت خنک بشه بتونی فکر کنی. اگه تصمیم گرفتی ازدواج بکنی، من هنوز هم روی اون دختر مصرم، مطمئنم که خوشبختت میکنی. خداحافظ پهلوان، به اسب فکر نکن، به ازدواج فکر کن. Thank you.
چرا تا این وقت شب بیدار موندی بابا جان؟ کابوس دیدی شازده؟ نه، چیز مهمی نیست پدر عزیزم. ای کاش مادرتم زنده بود، خیلی دوستش داشتم. بعضی وقتا فکر میکردم قاطیه، ولی بعدم فهمیدم فکر میکنه. تو هم خیلی شبیه اونی. فکر کردن چیز بدی نیست پدر جان. شما هم بعضی وقتا امتحان کنید. شبیه چیه؟ اصلا خود ننشه. چیزی گفتیم پدر؟ من هیچ نگفتم. شام مهمونی خوب بود؟ بله. شیرنیا چی؟ عالی بود. موسیقی چطور؟ حرف نداشت. اون پهلوان خوش قد و بالای ایرانی که از سر شب دزدکی نگاش می‌کردی؟ اون که خیره کند. منظورم نه. آه پدر، تو خیلی بدجنسی. پس چی خیال کردی؟ من خودمو می‌زنم به دیوونگی. بدجنسی برای پادشاهی لازمه. بزن کنار. منو باش. ببین چه پادشاهی می‌کنم من. دو جانبه عمل می‌کنم. رستم ایران نیست. گله کیکاووس بی چوپان مانده. سخت نگیر رخش، من واقعا دلم برا تنگ شده بود، نگرانت بودم، ولی فکر نمی کنم تو هم نگران من بودی یا بی وفا. به نظرت غیر طبیعی نیست با اسب طرف میزنی؟ فکر نمی کنم، شاید شما متوجه نمیشین چی میگه. جدا؟ خب چی میگه؟ خب راستش رخش، میگه شما زیبا هستین و لبخند بی نظیری دارین. میگه حالا که شما رو دیده آرزو میکرد کاش زودتر دزدیده میشد. به اسبت بگو این چه طرز حرف زدن با یه شاهزاده است. اما صداقتشو تحسین میکنم. در ضمن بهش بگو خیلی خوش هیکله، کاش زودتر باهاش آشنا میشدم.
ممنون. خیلی سریع برو پناهگاه. چرا؟ به من بگو چی شده. وقت سوال کردن نیست، فقط برو. همه تون الله میکنم. مرده کنید. ایش جیره همه کنید. کجا؟ مواظب باش. بیا بایسا، یکی اونجاست. بریم. اونو قبو بزنیدش، نزارید جان بره. تو ببینم چی کار میکنی. از اونجا بکششون بیرون.
ساکت باشیم. منصرف شده. بسیار خوب آقایان، گزارش بدید. سرورم، همه چیز رو به راهه. بله سرورم، محصول خوبه، تجارت پر رونقه و تا این لحظه هیچ مشکلی گزارش نشده. کنار، سرورم با درایت شما، کشور خیلی پرقدرته و پیشرفت همه چیز عالیه. خب این خیلی خوبه، اما مهمتر اینه که زندگی مردم چطور میگذره. زندگی مردم اعلیحضرت؟ بله مردم، شکوه امپراتوری من هرگز نباید به قیمت از بین رفتن شادی مردم تموم بشه. تاریخ عظمت ایران رو با عدالت و سرورم. مردمی بودن قضاوت میکنه. سرورم هامون، این چه رفتاریه؟ منو ببخشید سرورم، یه مشکل اساسی در مرزهای شمالی پیش اومده. خب بگو چی شده. سرورم، تورانی ها به یکی از شهرهای شمالی حمله کردن. چی؟ تورانیا؟ بله، افراسیاب حمله خودش رو به ایران شروع کرده و به سرعت در حال پیشرویه. افراسیاب؟ افراسیاب؟ تا حالا هیچ کس نتونسته جلوی ارتشش مقاومت کنه. ساکت! اگه اون بتونه به این آسونی شهرهای شمالی رو تصرف کنه، پس به زودی بقیه کشور هم سقوط خواهد کرد. جنگ های بزرگ جنگاوران بزرگ میخواد. خدا رو سپاس که ایران زمین صاحب بزرگترین سلحشور دوران. Thank you.
عزیزم، یه خبر خوب برات دارم. خبر خوب؟ چه خبری؟ حدس بزن. کی میتونه به اندیشه های یه زن پی ببره؟ عزیزم ببخشید تامینه، منظوری نداشتم. حالا خبرت چیه؟ خب میدونی، به زودی زندگیمون با یه بچه شیرین تر میشه. چی گفتی؟ بچه؟ بچه؟ یعنی من پدر میشم؟ آره. وای خدای من، این بهترین روز زندگی منه. تامینه مراقب باش. چرا دیگه خوشحال نیستی؟ این چه حرفی عزیزم؟ معلومه که خوشحالم. این اتفاق یه موهبته. فقط نگرانم. نگران؟ برای چی؟ بیشتر زندگی من تو میدونای جنگ به نبرد گذشته، در حالی که شما در آرامش و شادی زندگی کردین. نگرانی من اینه که زندگی بچه‌مون مثل من بشه. یعنی چی؟ درود بر رستم بزرگ. درود سرباز، بلند شو. چرا باید بری جنگ؟ تو به زودی پدر میشی، بچت بهت نیاز داره، منم بهت نیاز دارم. اگه نرم جنگ، افراد زیاد بیگناهی کشته میشن. کشورم به من نیاز داره. میدونم کشورت بهت نیاز داره، اما ما بیشتر به تو نیاز داریم. کی برمیگردی؟ نمیدونم، شاید وقتی پدرت دوباره اسممو دزدید. خواهش میکنم گریه نکن. این مهره نشان خانوادگی ماست، پیش خودت نگهش دار. اگه بچه دختر بود اونو به موهاش ببند، اگه پسر بود به بازوهاش ببند. اینطوری همه میفهمن که اون فرزند رستمه. درسته که تنهات میذارم تامینه، ولی همیشه با تو هستم. خدا نگهدار. Oh.
مرزاد ماما بیا بذارم نه ترس بذارم مشکلی پیش اومده افراسیاب و ارتشش بیرون از شهر اردو زدن مرد شکست ناپذیر خودشان نشون داد ببینم نکنه گم شده بودی غروب همین امروز گم شدن من آرزوی تو میشه سربازات بگو سلاحاشون رو زمین بذارن و با افراسیاب بزرگ پیمان وفاداری ببندن شاید بهتون رحم کردیم و نکشتیمشون بی خود آروارتو بالا پایین نکن اگه اومدی بجنگی مرد و مردونه بجنگ هی جنگیم هی برای بود بچه‌ای به دنیا میاد که سهراب میشه ببین چه خوب میجنگه درست مثل پدر بزرگشه شبیه شما درسته که خون شما هم تو رگای سهراب هست
اما سهراب رستم بزرگه. آره حق با توه، جسارتشو ببین، یه روزی بزرگترین حامی سمنگان میشه، برخلاف پدرش که علیه ما میجنگه. پدر این چه حرفیه میزنی؟ رستم از کشورش دفاع میکنه، جنگ افروزی که نمیکنه. میدونم عزیزم، اما اگه افراسیاب بفهمه که پسر دشمن شاهزاده سمنگانه، همه چی به هم میریزه و نابود میشه. پس این راست نباید فاش بشه. دختر عزیزم، منم مثل تو نگرانم، اما خب نمیشه که همیشه پنهانش کرد. بذار یه ضرب المثل دیگه بسازم، ستاره پشت ابر نمیمونه. البته امیدوارم که آیندگان عوضش نکنن. دخترم اوضاع بدی میشه، میفهمی؟ نه پدر، من اصلا نمیفهمم. نمیفهمم علت این همه دشمنی بیهوده و جنگ و خونریزی چیه؟ چرا پسر من نمیتونه تو امنیت و آرامش بزرگ بشه؟ دخترم، ما باید تو این روزای بد قوی باشیم. من دعا میکنم که دیگه روزی نباشه که برای به دست آوردن صلح بجنگیم. کینگونی اجو سهراب، زیر پا حواست خدا مرگ بده. گفتی اسم این جوان یاقی چیه؟ سهراب سربرم، پسر جسور و گستاخیه. ما جنگجوهای بزرگ سمنگانی مشق رزم میکنه، همشونم یه تنه حریف جان شما. این روزا خبرای عجیب و غریبی به گوشم میرسن. از خبری که آوردی مطمئنی؟ تو که میدونی اگه دروغ بگی چه بلایی سرت میارم. بله سر برم، باور کنید که خبر داده درسته، سوگند میخونه. میخوام اونو ببینمش. یعنی من؟ یه بهانه ای جور کنه اون پسرو پیش من بیارش. به روی چشم سر برم. میخوام غافلگیرم کنی جوون، thank you.
بازی تمومه شیر جوان، بهتره یکم استراحت کنی. خوش اومدی. اسمت چیه پسر؟ به تو چه ربطی داره؟ چرا دستور دادی سربازات بهم حمله کنن؟ این چجور خوش آمدگوییه؟ این فقط یه امتحان بود و چه هیجان انگیز. پس بی خود نبود که ازت تعریف میکردن دلاور جوان. به من نگو پدرت کیه؟ من هرگز پدرمو ندیدم. اصلا به تو چه ربطی داره؟ میفهمم. مهارت تالی و بی نظیره. شک ندارم که اصیل زاده ای. بگو از من چی میخوای؟ تمام روزو که بیکار نیستم. خیلی راکی. این خصیصه رو میپسندم. البته از کسی که مردم شیر سمنگان صداش میزنن غیر از اینم انتظار نمیره. کی بهت یاد داده اینقدر خوب بجنگی؟ هیچ کس. هنر جنگیدن تو خونمه. فکر نمی کنم کسی به شیر یاد بده چطور شکار کنه. آفرین، درسته. کاملا حق با توه. این قلم رو نیاز به یه شیر داره. قلم روی ما واسیه، ارتشمون قدرتمنده. اما یه ارتش مقتدر برای هدایت نیاز به یه فرمانده لایق داره. پس به این دلیل منو تا اینجا کشوندین. واسه هدایت یه ارتش با سربازای بی ارزه. برام جالب نیست. چقدر حیف. بعد از اینکه ایران فتح بشه نیاز به یه پادشاه جدید داره. امیدوار بودم سردار فاتح پادشاه بشه. چی؟ شاه؟ همینطوره، پادشاه تمام ایران. عوضش از من چی میخوای؟ کیکاووسا. کیکاووس؟ بهت 12,000 سرباز و یه کوه از طلا میدم. فقط برای من سرشو بیار سردار سهراب. پسرم، به چی داری فکر میکنی؟ مادر، میدونم که به هم میگی نرو، ولی من مجبورم به یه سفر برم. چی؟ در مورد چی حرف میزنی؟ یه کاری هست که باید انجام بدم. سهراب آخه، این چه کاریه که من ازش بیخبرم؟ چه کاری سهراب؟
لطفاً مانعم نشین مادر، قول میدم از رفتارم پشیمون نشین. حالا نمیتونم بهتون بگم، فقط بهم اعتماد کنین. مطمئن باشین با افتخار و احترام بیشتری برمیگردم. با این حال نمیخوام تنهاتون بذارم. پسرم، قبلنم تو این موقعیت قرار گرفتم. دلاورای بزرگ همیشه مرموزن و میرن تا با سرنوشتشون روبرو بشن. آدمو تنها میذارم. نه، تنهات نمیذارم، برمیگردم، قول میدم. تو مثل کسی هستی که خوب میشناسمش. خودسر، قدرتمند و یه سلحشور کامل. نه، اشتباه میکنین. چی؟ چرا؟ کاملا واضحه، قدرت و شهامت من از همه بیشتره. فقط کلت بیشتر از اون باد داره. از نامونشون هم با خبر بشن. ما زمانی پیروز میشیم که این شیر یاقی در برابر پدرش بیسته. اگه موفق بشیم و این پدر و پسر رو به جون هم بندازیم، میدونین چه اتفاقی میافته؟ اون موقع است که رستم دیگه دورش به سر رسیده، چرا که به دست فرزند سرکشش با ذلت و خاری فراوون به قتل میرسه. آه که چه داستان غم انگیزی. دشمنمون با دستای فرزند دلبندش به درک واصل میشه و بعد کیکاووس میمونه و لشکری بدون سردار. کیکاووس بی رستم از روبه هم کمتره. رستمو از بین میبریم و ایران و ایرانی رو به خاک و خون میکشیم. نقشه بی نظیری سرورم، شما واقعا در سیاست و کیاست بی رقیبین. شما دو نفر با شماست. میخوام همراه این شیر یاقی برین و یه لحظه هم تنهاش نذارین. نگذارین. وای به حالتون اگه اونا از نقشه ما بوی ببرن. بعد از اینکه پدر عزیزش رو کشت، کار خودشم تموم کنین. هیچ دوست ندارم تومه انتقام جویی یه شیر زخمی بشم. فهمیدین؟ اطاعت میشه سربرم. زهرا، یه هدیه برات دارم. این مهریه که همیشه باید موقع جنگ به بازوت ببندیش. هیچ وقت فراموش نکن. من یه پیرزن خرافاتی که به سحر و جادو اعتقاد داره نیستم. به این مهره محافظ نیازی ندارم مادر. پسرم با دقت گوش کن. پدرت از یه خانواده اصیل و قدرتمنده. اون از من خواسته وقتی که بزرگ شدی و رفتی دنبال سرنوشتت، این مهره رو بدم بهت. پدرم
اون خواستی رو به هم بدی؟ بله، پدرت، اون خیلی دوست داره. خواهش میکنم به هم بگو، اون کیه؟ کافیه، قبلا در موردش صحبت کردیم. فقط بدون که پدرت یه مرد معمولی نیست. اون در قدرت و شهامت بی همتاست. وقتی زمانش برسه، خودت میفهمی اون کیه. حالا کی مرموزه؟ کاری میکنم به هم افتخار کنی مادر. پسرم، من همیشه بهت افتخار میکنم. پیروزیه بی درد سر. اون کیه؟ یه سردار ایرانی، یه پیرمرد که معلومه میخواد بمیره. آدم مهمی نیست. اینجا چی میخوای بچه؟ برای مردن خیلی جوونی. از نصیحتت ممنون پیرمرد. وقتی همه چیز برام مثل بازیه، واسه چی بمیرم؟ جسارت این بچه منو یاد جوونی های خودم میندازه. احساس میکنم این مردم میشناسن. اول کی میخواد بمیره؟ تو یا سرداره؟ بی ادب گستاخ. آروم باش مرزاد، اگه اون میخواد به جنگه منم حرفی ندارم. ساوردی پیر مرد، یه روز دیگه هم زنده میمونی. ببخشید سردارم، مجبورم که محکم. ناله رستم را نشنیده بودیم که آن هم بالاخره شنید. ناله رستم را نشنیدی چون فقط یکی مثل خودش میتونست نالش را در بیاره. یاد جوونیای خودم افتادم. خیلی داری بزرگش میکنی پهلوون، بزرگش نکن.
این بچه تورانی زیر یه مشت تو هم دووم نمیاره، به شرط اینکه اونو نه خیلی جدی بگیری نه دست کم. همین. بزرگش نمی کنم. بزرگ هست. ها؟ بلندتر حرف بزن ببینم چی میگی. کافی. بسه. کافیه دیگه. جدال امروز تمام افتخارات گذشته رو در نظرم خوار و بیرنگ کرد. باید یه فکری بکنیم، وگرنه این شیر یاغی خونهای زیادی رو میریزه. فعلا باید یه فکری به حال مرزان کنیم. مرزان؟ مگه چی شده؟ هیچی. اون کجاست؟ آروم باش پهلوان، آروم باش پهلوان. خب سربازان دیدن که هومان مهرزادو به اسارت برده. ببین کی اینجاست. از این طرف ها سردار، را گم کردی؟ یه چیزی بگو. یه چیزی؟ با دقت گوش کن، اگه همکاری نکنی راه های مختلفی هست که مثل بلبل چه چه بزنی. دستامو باز کن تا سر گورت چه چه بزنم. ببین، اگه با ما همکاری کنی ما هم با ات را میاییم، فهمیدی؟ بله، فهمیدی؟ تو چرا هرچی اون میگه تکرار میکنی؟ خودت زبون نداری بدبخت؟ مثل یه دختر بچه لگت میزنی. نمیتونم دوستمو مهار کنم، اون خیلی بد اخلاقه. به دل نگیر. ببین سردار، میخوام راجب اون پیرمرد هرچی میدونی برامون تعریف کنی. اون کیه؟ نکنه شوخیت گرفته، واقعا نمیشناسیش؟ بلبل زبونی نکن. ما فقط یکم اطلاعات میخوایم. صادقانه بگم اون قوی و پرقدرته، اما هر مردی هم یه ضعفی داره. نقطه ضعفش چیه؟ نقطه ضعف؟ سرداری که در موردش بحث میکنی یه مرد معمولی نیست. قدرت و شهامتش تن هر جنگجویی رو به لرزه در میاره. اون هزاران بار تو میدونای نبرد جنگیده و هیچ وقت ترس شکست به دلش راه نداده. همین که یک روز تو جنگیدن با اون دووم آوردی خودش معجزه است. پدرت یه مرد معمولی نیست. اون در قدرت و شهامت بی همتا است. وقتی زمانش برسه خودت میفهمی اون کیه. مزخرف میگه سردار! اون داره بختمونو هدر میده. بذارید بندازمش جلوی کفتارا. نه، اونو زنده نگه دار فعلا. آره، از سرورت اطاعت کن توتی.
میبینم که جرأت کردی و برگشتی. سردارت کجاست؟ فرار کرده؟ دزدیدن سردار من تو این نبرد برای شما هیچ سودی نداره. مطمئنن اینو خودتون خوب میدونین. اقبا توه، اون یه بی مصرفه. من عمرمو توی میدونای نبرد گذروندم. باید بگم که حقه شما شرم‌آوره. با کشتن اون خودتونو به مرگ نزدیکتر کردین. مهرزاد فقط یه سردار نیست، اون پسر منه. پیره من، قبل از اینکه بکشمت نمیخوای اسمتو به هم بگی؟ ما دشمن همیم، الان پشت من به خاک با تو بیروز میدانی، کارو تموم کن. پدرت یه مرد معمولی نیست، اون در قدرت و شهامت بی همتا است. وقتی زمانش برسه خودت میفهم. هیچی نگو، بیارش. فرمان بردارم. در اختیار شما سردار. آزادی، زودتر از اینجا برو. سردار، الان وقت شادیه، نه غم و اندو. تو در مورد این پیر مرد چی میدونی؟ چطور؟ احساس عجیبی دارم، یه چیزی در این پیر مرده که منو به خودش جذب میکنه. خب، اون شخص خاصی نبود قربان. این سردار بی اهمیت، اون کسی نبود. خودشم همینو میگفت. تو مطمئنی چیز دیگه ای نمیدونی؟ بله سردار، مطمئنم. قوی ترین سردار ایران. چی؟ قوی ترین سردار ایران کیه؟ قوی ترین سردار ایران؟ میخوام بدونم اون کیه. اون یه مرد معمولی نیست، اون تو قدرت و شهامت بی همتاست. اون یه اسطوره است. اون در قدرت و شهامت بی همتاست. یه قهرمان واقعیه. هر کی در برابرش بیسته دو راه بیشتر نداره، یا باید فرار کنه و یا منتظر مرگ باشه. بازوهاش کوه و جا به جا میکنه و شمشیرش همیشه تشنه خونه. ایران و کیکاووس بدون اون تکیه گاهی ندارن. اون یعنی ایران و ایران یعنی رستم. رستم.
نکشتید؟ باور نمی کنم، باور نمی کنم. دست خودم نبود، یه نیروی عجیب شمشیرم و هدایت می کرد. با تمام احترامی که براتون قائلم، باید بگم که کار اشتباهی کردین. آخه رسم جنگیدن که این یه بار دیگه مؤاخذم کنی، کاری می کنم فردا رو نبینی. که چشم به دنیا گشودم پشتیبانم بوده ای. کودکیم را در سایه لطف و محبت تو به پیری رساندم. در این میان با قدرتی که به من ارزانی داشتی، پای ظالمان را از سرزمینم بریدم و آنها را به خاک ذلت و خاری افکندم. اکنون ای آبروی بی آبرویان، سخت به تو نیازمندم، به تو رحمت تو نیازمندم. دستان پیر و ناتوانم را قدرتی دوباره ببخش، آبرویم را بخر تا با پشتیبانیت دست این گرگ ها را از سرزمینم کوتاه کنم. دست این گرگ ها را از سرزمینم کوتاه کنم. Ah!
پس چرا هنوز تو میدون نبردی پیرمرد؟ چون تو هنوز تو خاک سرزمین من هستی. سخت نگیر پیرمرد، فقط کافیه بری تا من پیروز این میدان بشم. باید وقتی فرصت داشتی منو میکشتی. من نمیتونم توضیح بدم، شمشیرم نخواست تو را بکشه. ولی تو میمیری، چون گرز من میخواد. Thank you.
آتش این چیست؟ تهمینه؟ سر برم زیباست. پیروزی خیلی نزدیکه، چرا که پسر در مقابل پدر قرار گرفته. شر برم. ساکت احمق، بذار ببینم چی میشه. تهمینه. چی؟ تهمینه؟ سیاحت کن؟ چرا شو بگیرین؟ حالا سردارم. این حالا که خسته و زخمیان بکشیدشون، حمله کنید و بهشون فرصت ندین.
درستم. بازی تمامه. بذار برات توضیح بدم. سهراب عجله نکن، لطفا منو نکش. افراسیاب منو مجبور به این کار کرد. من هیچ وقت نمیخواستم به تو دروغ بگم. منو ببخش. نه، تو سزاوار بخشش نیستی. دیگه فرصتی هم نداری که بخوای مثل یه قهرمان بمیری بزدل ترسو. چیز که داشت مطابق نقشه پیش می رفت. لعنت به شما، لعنت! بازی تموم نشده. هنوز نه. Ha 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 ha!